مصطفی پور محمدی بعد از بیش از 30 سال بالاخره به ماجرای اعدام‌های سال 67 اعتراف کرد و مدعی شدش که این پروژه نظام بود و ما مجبور بودیم به عنوان قاضی نظام این پروژه رو انجام بدیم، وگرنه معلوم نبود که چه اتفاقی میفته. با ما همراه باشید این صحبت‌های جنجالی رو که در برنامه اینترنتی جیوه میلاد دوخانچی انجام شده با هم می‌بینیم و می‌شنویم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون کانال مین تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب مصطفی پور محمدی که بارها در مورد ماجرای اعدام‌های سال 67 صحبت‌هایی رو انجام داده بود و به صورت غیر مستقیم خودش رو از این ماجرا مبرا دونسته بود و گفته بود که من هیچ نقشی تو این ماجرا و هیئت مرگ نداشتم، این بار مجبور شدش که به کل ماجرا اعتراف بکنه و مدعی بشه که این پروژه جمهوری اسلامی بود برای اینکه اوضاع رو یکم آروم بکنه و از سرنگونیش جلوگیری بکنه، که ما هم به عنوان یکی از قاضیان مجبور بودیم توی این پروژه حضور داشته باشیم و همکاری بکنیم. پور محمدی در مورد چگونگی این اتفاق گفتش که توی دهه 60 منافقین زیادی اقدام به حملات مسلحانه و خرابکاری در ایران انجام داده بودند و خیلی هاشون بازداشت شده بودند. شرایط به گونه ای بود که خود مردم بیشتر از مسئولین راغب بودند که هرچه سریعتر منافقینی که به این شکل بازداشت شده بودند اعدام بشن و به سزای اعمالشون برسن. من توی اون دوره یکی از قاضیانی بودم که به این پرونده ها رسیدگی میکردن، چون حقوقدان بودم من رو در رأس قضیه گذاشتن تا از بعد حقوقی قضیه رو بررسی بکنم و هرچه سریعتر حکمهای لازم رو بدم. من میتونم بگم بیشتر از این که توی اون سالها حکم اعدام امضا کرده باشم، حکم عفو امضا کردم. هیچکس اون حکمهای عفو رو نمیبینه، همه فوکوس کردن روی احکام اعدامی که صادر شد. من توی اون تایم یادم هر هفته پیش آقای منتظری میرفتم و ارتباط نزدیکی با ایشون داشتم. هر هفته میرفتم تا پدر مادرمو در قم ببینم، یه سرم به پیش آقای منتظری میرفتم و اونجا احکام عفو رو به ایشون میدادم تا امضا بکنن و بررسی بکنن. البته این قسمت صحبتش بارها توسط آقای منتظری رد شد و گفتن که ما هیچ ارتباطی با هم نداشتیم و اصلا من کارهای آقای پور محمدی رو تایید نمی کنم. ولی خب الان آقای پور محمدی که مدعی هستن که ارتباط نزدیک و دوستانه با آقای منتظری داشتن. پور محمدی توی قسمت دیگه ای از صحبتاش مدعی بودش که این پروژه توسط نظام کلید خورد تا اینکه از خرابکاری های بعدی و فشارهای مردمی کاسته بشه. توی اون تایم مردم و جامعه ملتهب بودن و میخواستن هرچه سریعتر با زندانیان سیاسی بازداشت شده به جرم خرابکاری برخورد جدی بشه. ما از ترس اینکه تندروی بیشتری صورت نگیره سعی کردیم با صدور این احکام جامعه رو یه مقدار آروم بکنیم. الان نگاه نکنید که همه معترض هستن که چرا توی اون سالها این اقدامات صورت گرفته و این اعدامها حکمش صادر شده. اون موقع مردم خیلی داغ‌تر از این حرفا بودن و دوست داشتن که هرچه سریع‌تر و حتی تندتر از این احکامی که ما صادر کردیم رو صادر بکنه حکومت. ولی خب الان قضیه برعکس شده. خودم هم میتونم اعتراف بکنم که قطعا من و مسئولان ارشد اگه دانش امروزمون رو داشتیم قضیه رو به نوع دیگه جلو میبردیم و به این شکل قرار نبودش که قضیه جلو بره. بریم قسمت‌های از صحبت‌های پور محمدی رو بشنویم. در فضای مجازی اسم شما با مفهوم اعدام گره خورد. خب من چی کار کنم؟ آقا من قاضی بودم یه مقطعی، یا بعد محاکمه میکردم کیفرخواست میرسم یه عده زندان میگرفتن، یه عده جریمه میشدن، یه عده اعدام میشدن. اصلا پزشک، اصلا جراح اسمش با چی گره میخوره؟ با جراحی. هر رو تو اتاق عمله. پلیس هم اسمش با بگیر به بند و دستگیری متهم و دزد و سارقه. ببینید من دارم عدم پذیرش مسئولیت میشنوم اینجا. نه اینجور نیست. من با همین مکانیزم تو ایران مثلا اینترنت فیلتر میشه، یعنی به وزیر میگه که چرا آقا اینترنت فیلتر کردی؟ به عنوان مثال دارم میگم، نمیخوام وارد بحث فیلترینگ بشیم. الان میگه که ببین نهاد فلان برای من سازوکارو چیت، منو مجبور بودم اجرا بکنم. ببینید من آیا میدونید شما چقدر عفو کردم؟
خیلی فرق میکنه داستان دهه 60. مردم مدافع ما بودند، ما مردم هم فکر ما بودند. اتفاقا مطالبات مردم از ما تندتر بود. اگر من نظام، رهبری، مقامات عالی و ما مجریان اگر تجربه امروزمونو داشتیم، ترتیباتی را ایجاد میکردیم که از حاشیه های این اقدام به شدت کاهش بدیم. ولی در هر فرض، اقدام جدی قاطع حتما پیامدهای خاص خودشو داره. میدونید که شما تو کشور 30 تا هیئت بوده، 30 هیئت بوده، هر هیئت 3-4-5 نفر عضو داشته. من اصلا مسئول این کار نبودم، تو تیم امنیتی نبودم، نه در وزارت و نه در دستگاه قضایی. میدونید منو برای چی دعوت کردن؟ به من گفتن این شرایط هیجانیه، جنایات بزرگی منافقین کردند، مردم عصبانی هستند، دستن در کارا عصبانی هستند، حکم حقوقی قانونی قضایی شرعی اینایی که سر موضوعن باید اعدام بشن چون حکم قبلی هم دارن. ولی ما میترسیم تندروی بشه، افراط بشه. ما تویی که تجربه قضایی یه خورده دقیق و منطقی داری، تو اونم تو تهران، چون من که مسئول کشوری نبودم، برو یه خورده کنترل کن که تندروی نشه. خب چطور از این موضوع کسی فکر نمی‌کنه؟ من سالیان سال با مرحوم آقای منتظری رفت آمد داشتم. من کل لیستای عفوم رو خودم می‌بردم پیش آقای منتظری. می‌رفتم ماهی یه بار به سر به پدر مادرم قم بزنم، لیست عفوم می‌بردم زندانی‌ها. آقای منتظری صبح تا ظهر جمعه جلسه داشت. بعد از ظهر دیگه میرفت اندرونیش و مطالعه و دیگه ملاقات نداشت. من معمولا میمدم صبح تا ظهر، دیدم تو شلوغی جمعیت که من دارم کار انجام بدم، میخوام کارم دارم انجام بدم. من بعد از ظهر میرفتم، محافظه میگفتن آقا دیگه ملاقات نکنه، بابا بگید پور محمدی اومده. آقای منتظری میگه بگید بیاد. من همیشه میرفتم اندرونی آقای منتظری، با لباس زیر آقای منتظری میشستم، لیستا رو جلوش میذاشتم. میگفت ای اینجا، بعد میگفت حالا به خیلی آقایون دیگه، حالا خیلی حرفا رو نمیخوام بگم. بعد ایشون میمد میگفتش که خیلی نسبت به من علاقه داشت، بعد میمد میگفتش که به مرحوم شهید آقا اسدالله لاجوردی، میگفتش که همیشه حرفش این بود با آقایون تو تهران که چرا مثل پور محمدی تو مشهد عمل نمیکنید. وقتی که همین هیئت رو قرار شد بریم پیش آقای منتظری، وایساده بودیم. آقای منتظری رو کرد به یک از این جماعت ما، گفت اگر من اینو آدم متدینی نمیدونستم، رو کرد به پور محمدی، گفت اگه پور محمدی بچه خوبی نمیدونستم راتون نمیدادم اینجا. ولی پروژه جمهوری اسلامیه، پروژه لحظه های سخت نظامه، درگیری بزرگه. ما باید یه تشخیص میدادیم. عجیب آنه که ما خیلی جا مصر بودیم، مخاطب اونو میدیدیم اینیم هیجانیه و این اصلا خون تو چشماش گرفته. دو سه بار میگفتیم آقا خانم، این کاری که تو حرفایی که داری میزنی حکم قبلیت باید اجرا بشه. خواهش میکردیم، میگفتیم نمیخواد ما رو قبول کنید، اصلا نمیخوام جمهوری اسلامی قبول کنید. میگفتیم یک جمله به نفع امام، نظام نمیخوایم بگید، نمیخوام بگید ما مخالف نظامم. تو با جنگ مسلحانه با جمهوری اسلامی موافقی مخالفی. الان اگه مسعود رجوی تو تهران بود در زندان رو باز میکرد، تو میجنگیدی با این مردم؟ میگفتم آره میجنگیدم. خب رفقا حتما نظراتتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید، بهمون بگید که به نظرتون آیا پور محمدی نقش اساسی توی این قضیه اعدام های سال 67 داشته؟ به نظرتون آیا به قول خودش قسمتی از پروژه نظام بوده و کاری نمیتونسته بکنه؟ حتما نظراتتون رو برام کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.